من اولین باری که توی سوریه حاج قاسم رو دیدم آذر ماه 1391 بود. من برای یه ماموریتی به درخواست حاجی آقا رفته بودم سوریه بررسی کنم وضعیت رو. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد تو خود سوریه، که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایزم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودن که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن بعدن به وجود اومدن. شما سمتتون چی بود اون زمان اونجا تو سوریه؟ اون موقع سمتی نداشتم اونجا، من تو اون موقع فرمانده توپخانه سپاه پاسداران بودم. برای ماموریتی رفته بودم اونجا که کار رو انجام بدم و گزارشی رو تقدیم سردار سلیمانی بکنم، که این کار کردم. یادتون هست که از کی سردار سلیمانی وارد نبردهای سوریه شد؟ سلیمانی از همون ابتدا ماموریت داشت که شرایط خیلی سخت بود. تقریبا میشه گفت که اکثر کشورها بنابر این گذاشتن که بشار اسد رو ساقط کنه، دولت بشار اسد رو ساقط کنه. از اونجایی که دولت سوریه در 8 سال دفاع مقدس متحد ما بود و یکی از کشورهای جبهه مقاومت، مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. ماموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اوایل واقعا ما نقش مستشاری داشتیم همونطور که گفته میشد، اما بعدا دیدیم که همه دنیا اومدن به مقابله با بشار اسد. بشار اسد هم متحد ماست و سقوط بشار اسد خیلی مشکلات بسیار زیادی رو برای کشور عزیزمون جمهوری اسلامی به وجود می آورد.